بدرود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز شنبه است، نهم ماه سپتامبر سال 2006 میلادی. مشغول نوشتن این کتاب مقالطات هستم، امیدوار هستم بتوانم اون رو تمام بکنم. بی اندازه اهمیت دارد. به گمان من مهمترین چیزی که ما باید در نظر داشته باشیم پاک کردن زبان هست از مهمل و لاطائل و سخنان بیهوده و خرافات. بگذاریم، عرض شود که اجازه فرمایید مستقیم برمیم سر مطلب، و اون این که این روزها جشن بر ایران برقرار هست، سر تا سر کشور چراغانیست. عرض می کنن که منجی عالم بشریت امروز تولدش هست، که البته بنده فکر می کنم بایستی گفت وسیله گسترش خریت و ابزار ابقاء جنایت امروز تولدش هست در ایران. حالا هر جا خود مردم از ترس پاسدارا و این حاجیای ریاکار به خاطر باز بودن دکان و سود بهتر چراغانی کردن، هر جا نکردن دولت از کیسه ملت چراغانی فرموده است برای تولد عج، مام زمان عج. عرض کردم هزاران دین آیین در جهان هست، ما با دین آیین کسی نداری کاری نداریم. هزار گونه خرافات در آیین بودایی و عرض می کنم هندویسم و مسیحیت و آیین یهود و همه اینا هست، اینا به ما مربوط نیست. اما اون چی به ما مربوط است آن است که خرافات رو با چماق عملا بر سر ما بکوبند و بر مقدرات ما حاکم کنند. اونگاه هست که بایستی فریاد بکشیم و جلویم بیستیم. در تعریف مهدی یکی از متفکران امروز گفته است بی‌شرمانه ترین وسیله جنایت در قرن بیستم همین عج است. این مهدوی‌گری و مهدویسم و اینا از قدیم بوده، آدمای قدیم نادان بودن، شرف بودن، دانشی نداشتن، ناامید می‌شدن، می‌گفتن خب یه چیزی میاد در آینده، یه چیزی میاد ما رو نجات می‌ده. اصلا این داستان ایرانی است، مربوط میشه به آیین زرتشت و آمدن عج از دریاچه، که آخرین سوشیانس برای نجات جهان از دریاچه میاد. بعد آمدن دیدن در این منطقه دریاچه نیست، آب خوردن هم نیست، گفتن از چاه میکنیمش، تو چاه درش میاد. حالا میخوام من به شما چیزی عرض کنم، و اون این که هر کار با ما میکنن بکنن اجازه ندهیم به هوش ما توهین کنن. آقا هر مطلبی یک سری باید داشته باشه، یک تهی داشته باشه، یک چیز معقولی باشه، حتی اقل به لحاظ عقلی استدلالی اندکی سازگاری داشته باشه. در قدیم عرض میکنن فیلسوفان وقتی میخواستن مطلبی رو خوب تفهیم بکنن، مثل فرض کنین افلاطون، یک صحنه آرایی میکردن، یک داستانی تشبیه و تمثیلی که خواننده بهتر بفهمد. مولانا هم اگر نگاه کنید در مثنوی، در حالی که خیلی عمیقاً وارد شود به توصیف عرض می‌کنم مفاهیم مجرد و انتزاعی، تمثیل، تشبیه، شطور بر نردبان، عرض می‌کنم داستان کیسه کش، از این جور داستان‌ها می‌آورد برای عرض می‌کنم تفهیم مطلب. و استاد طوس هم به خصوص در حوزه بیان حماسی، شاعر و گوینده، وارد مباحث فلسفی خرد چیست، فضیلت چیست نمی شود، بلکه سعی می کند خردمند رو نشون بدهد. شجاع چیست، شاعر حماسی وارد بحث نمی شود، شجاع رو نشان می دهد. ولی این پایه می خواهم خدمتتون عرض کنم که برای یک لحظه تجسم بفرمایید که ما یک زندان خیلی بزرگ می داریم، دود زده یک ملتی اسیر به پا به زنجیر، عرض می کنم یک عده اهریمن با شلاق و چماق و اینها افتادن به جان اینها و اینها رو شکنجه می کنن. این اهریمنان رو آخوندها تصور فرمایید، این مردم اسیر و ملت ایران، و فوزون بر اینها یک حوزی در اون بسط هست که اندک بخاری داره، اگر هم بزنیم یک بخار مسموم می آید که اینها رو بیهوش می کنه.
اما خود اهریمنان رو بیهوش نمی کند، چون اونها از جنس همین هستن، از جنس همین لجن هستن، به اونها اثری نمی کنن، اونها امیون هستن. اما به معنی که این رو هم بزنن، این بیچاره ها بیهوش میشن، بعد این اهریمنان به اینا میتونن تجاوز میکنن، دست پاشون رو میبرن، پولشون رو میبرن، همه کار به روزشون میارن. به محضی که میخواد یک ذره نفسی بکشه بیدار شه، دوباره اون چیز رو هم میزنه، حوض رو. و این حوض، حوض مسموم با اون بخارات مسموم، حوض دین هست در ایران امروز. آخون چیکار میکنی؟ دارم لجن اکبر به هم میزنم. فردا داری چیکار میکنی؟ دارم لجن اکبر به هم میزنم. 20 روز لجن عجب هم میزنم، بیهوش میکنن مردم رو. البته میگن هیچ چیزی زیر این آسمانی تابوت تازه نیست. آقای مارکس گفت او افیون توده ها، توده های بدبخت رو تخدیر میکنه. آخون چیکار میکنی؟ دارم لجن نقی به هم میزنم. هر روز اینا یک لجن به هم میزنن به دو دلیل، یکی که معلوم بدبخت رو بیهوش بکنن، یکی این که اون شلاق در دستشان بماند. دینی کردن حکومت و حکومت کردن دین یعنی لجن زدن به هر دو. هر روز پارو دست این آخونداست، دارن لجن به هم میزنن و مردم بیهوش میکنن. آقا این مردم شیعه حالا به ضرب چماق شیعه شدن یا هرچی شدن بماند، یک مطلبی بود در ایران پنهان پوشیده، بحثی از آن دمیان نمی آمد. در پس ذهن ایرانی می گفتن یه چیزی امام زمان فلانی حرفا، شیعه دوازده امامی. یه میلیون ها ثروت مردم بابت برگزاری جشن حج به کار نمی رفت. خوشبختانه دوستی میگفت که عرض کنم که مردمان باهوش توجهی به قضا ندارن. گفتم چطور؟ گفت به شمال شهر تا خیابان مثلا پهلوی سابق شارزا دولت چراغانی میکند برای عج. پایین شهر مردم بیچاره بالاخره کاسب و غیره و اینها خودشان هم یک چیزهای سرمایه میگذارن و برای عج عرض شود که چراغانی میکنن. این ملت سربلند ایران با قهرمانایی مثل کوروش و از کنن که داریوش و حکیم ابوالقاسم فردوسی و بهرام چوبین شاپور زلکتاف و اینها که نیزه های ایرانی رو تا دوردست ها بردن و در دوردست ترین جغرافی جهان بر زمین کوبیدن، انقدر بدبخت شدن که نشستن که یک عرب مرده که وجود هم نداشته از ته چا بیاد به اینها رو نجات. این توهین به حیثیت و شرافت انسانی و توهین به این فرهنگ و توهین به هوش ایرانی. آقا اینا زنده که بودن چه کردن؟ تا الان مردش کاری انجام بده؟ این بدبختی نیست به نظر شما؟ خداشناسی که اینقدر حشو و زواهد نداره. آقا مگه این داستان اسلام برای خدا نبوده؟ که حالا بحث میشه را زیاد بحث کرد در این باب هم که این هم یک طور دیکتاتوری بوده. ما بچه که بودیم به چه افتخاری رگای گردن رو میزد بیرون که میکنیم احمد بودشتن خلیلانه با علی در حرم شد از خانه، اون که بر قفل دل کلید عطا زد پی فتح باب دندانه، وقت تخریب بود علی را و پا به دوشم گذار مردانه. فکر کردیم بود شکستن چیز خوبیه؟ یا ابراهیم خلیل بودها رو شکست، بی خود کرد بودهای مردم رو شکست، یه فضولی به کار مردم نید. فاشیسم یعنی همین، چی کار به بودهای مردم داری آقا؟ که هر کس حرف من قبول نکنه، اون که من میخوام نگه، با این شمشیر روداش در میارم. آقا دلش میخواد بت بپرسته مثل هندوستان امروز که بت پرست، هیچ کس بت پرست در دنیا نبوده، اینها سیمبل بودن. هیچ انسان اینقدر احمق نبوده خودش چیز درست کنه فکر کنه کاری براشن. اینا نمونه ها بودن، نشانه ها بودن. فاشیستا آمدن همه رو خورد کردن زدن گفتن که حرف ماست. با
و مسلمان گر بدانستی که بت چیست، شیخ شبستر فرمود یقین کردی که دین در بت پرستی است. مثلا پرافت و پرافسی مفهومش این نیست. آقا چهار معنی هست برای پرافت. پرافسی یعنی پیغمبر. یکی اون که با زبان قوی میگوید خدا در من حضور کرده، من پیام‌آور او هستم. یکی این که کسی که بیاید و فضیلت‌های فوق‌العاده انسانی داشته باشد و به زبان فوق‌العاده بیان بکند، به من میگن پرافت. و کسی هم که سخنگوی بسی نیرومند یک ایدئولوژی باشد، به اون هم اینجا میگن پرافت. یکی هم که پیشبینی آینده بکنه، میگن پرافسی. اسم فاعلش هم از پرافت. هیچ جا نرمده یک کسی که بیاید و بگوید هرچی من میگم درست و غلطه، اگر نکنه ما با شمشو شکمت کاره میکنم. مثلا در معنی و مفهوم پرافسی و پیامبری همچی چیزی نیست. این عربای بدبخت بیچاره اصلا جنگ مذهبی نداشتن. اینا مردمانی بودن، یک دموکراسی قبیله‌ای به اینا حاکم بود. آقا یه بوتی داشت، یه بوتی داشت، میمدن خندان خوب دور اینا، هم یا همین شیوهی که حج امروز هست، همین حج عرباست، عربای جاهل به قول خودشا که جاهل هم نبودن. هیچ جنگ مذهبی نبود، دیده نشد جنگ مذهبی، اصلا جنگ حرام بود هنگام به احترام این بوتا. و بعد اونچنان شد که چندین بار با منجنیق همین خانه خدا رو خراب کردن. عربایی که خدا پرست شدن هزاران هزار سر همو میبریدن. بت شکن بعد هزار گونه علف هرز از این داستان روی. ما رو گرفتن، ما رو اونچنان گیج کردن و فساد و نفاق به من به منی من داره که فراموش کردیم اصلا ایرانی هستیم. هنوز ما به صورت ملت در نیامدیم از برکات عرض میکنم اونچه از عرب آمد. هنوز ناسیونالیست بر ملت هنوز تشکیل ندادیم، دولت هنوز تشکیل ندادیم، حکومت داریم، دولت هنوز نداریم. ما داستانه عرض می کنم سیاسی کردن این موضوع حج و نمیدونم امام طهچا و این حرفا، این گرفتاری عظیمی است. عرض کردم دین و ایمان و مطالب مربوط به آن کاملا قضیه خصوصی است. مقصود همه اینها گسترش فضیلت بوده، مقصود اینها هیچ کدام حکومت نبوده. آخوندها می دانن که به طور روزمره عده‌ای از مشتریان دکان اینها میمیرن به طور طبیعی در ایران، نو به نو بچه های عرض میکنن که بیگناه معصوم، که ذهن اینها مثل یک کامپیوتر صاف و پاکیست که هنوز هیچ سافت‌وری واردش نشده به دنیا میان. اینها مشتری لازم دارن، کارتون تهیه میکنن از عج، هرچی مهمل و مزخرف و خرافات هست اینا به صورت کارتون و مسابقات و تشکیلات اینا درست میکنن که این بچه ها رو هم وارد این بازار بکنن و به نوکری خود عادت بدهن، به اسارت خود عادت بدهن. زمینه‌ای که اینها طالبان هستن زمینه اسارت هست، زمینه زنجیر بر پای و پالهنگ بر گردن هست که آخوند بتواند چند روز خوشی بکنه. شما فکرشی بکنید به چه ننگی ملت ایران رو دوچار کردن این احمدی نژاد ها و این آخوند ها و با این قیافه ها و با این دانش و با این بینش و با این عرض میکنم شیوه دیپلماسی و با این نوع کشور مداری و سیاست مداری و فرهنگ مداری. یک مش مزخرف و مهمل به چاپ میزنن در نسخه های نیم میلیونی و کتاب های قطور با 20 تومن 10 تومن به فروش میرسانن، چون دولت سرمایه گذاری میکنه برای گسترش خرافه. ما اندکی بایستی فکر بکنیم آخه این چگونه میسر هست همچین چیزی یک ملت فرزانی با این همه ثوابت فرهنگی و تعقل چگونه ما نمیاندیشیم؟ آقا باید بشینیم فکر بکنیم. آقا این جنی دنیا زمینه این که نسبت به کهکشان ها و تشکیلات خلقت خیلی 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 حقیر هست، اما خیلی هم جای بزرگی سر اینها.
در جهان مردمان هستند، در جهان دانشمندان هستند، محققان هستند، جوامع مترقی هستند. ببینیم چیکار میکنن. آقا همین مسلمان ها رو نگاه کنیم، از 10 تا مسلمان 9 تاش داره میخنده به این عجب. به آخوند بگوی آقا چرا پس 90% مسلمان ها میخندن به این داستان، میگوین رافضی، میگوین قزلباش، میگوین اینا کفارن. پس این چه دینیست که 90% پیروانش کفارن؟ و خنده‌آور اونجاست که بعض دوستان سر میکنن ثابت بکنن که اون عسکری بچه نداشته. این خیلی خنده‌آوره. مثل اینکه اگر ثابت کنیم که بچه داشته اتفاق میفته. درست مثل اینکه بگوین در 1100 سال پیش، 1500 سال پیش یک نفر یک الاغی داشته، سوار این الاغ میشده، میرفته به مریخ و از مریخ یک خرسوپ میزده به خرش، رکاب میکشیده، از مریخ میرفته به اورانوس و از اورانوس میرفته به خورشید. یکی بیاد ثابت کنه که این خر نداشته، مثل که اگه خر داشت با خرش میتونستی کار رو انجام بده. اجازه بدید ما از کتاب های تاریخ و مطلب دیگری که به میان انداختن، 400,000 نسخه چاپ کردن، موضوع زید هست و عرض میکنم زینب زن او، که این زید پسرخوانده پیغمبر بود و زن ایشون رو گرفته. آقا جان که تاریخ هست توی این مملکت، آقا اسلام داره تاریخ، چقدر دروغ میگین شما؟ فرض بفرمایید 1500 سال دیگر، خوب به این قضیه لطفا فکر کنید، فرض کنید 1500 سال دیگر یک عده پیدا میشوند در ایران زمین، میخوان راجع به خمینی تحقیق کن، اینا چیکار خواهند کرد؟ بهترین راه چه راهیست به نظر شما؟ بهترین راه این نیست که به روزنامه ها مراجعه کنند یا کتاب هایی که اون زمان نوشته میشه. بهتر آن است که اینها بیاین از ما بپرسند، یعنی آدم های زنده عصر خمینی که خمینی رو دیدند، با خمینی نشستند، او رو از نزدیک خوب میشناسند، سخنانش رو شنیدند، اعمال کردارش رو دیدند. بنابراین صحیح ترین تاریخ ها و صحیح ترین مشاهدات اونهایی است که امروز شده است در باب خمینی، نه 800 سال دیگه. این اسلام هم داره یک تاریخی است. آقا ما برای درک حقایق اسلام بایستی برگردیم به مورخان نخستین در اون روزگاری که هنوز این انشعاب ها و این تعصبات و این عرض می کنن که کینه و دشمنی ها نبود. چند مورخ بزرگ آمدن کتاب ها نوشتن برای ما به یادگار گذاشت. و این داستان عرض میکنم که زینب و پسر رسول، پسر خواندهش، به طور وضوح به طور واضح در طبری آمده. من برای شما خواهم خوند بعد از اینکه داستان عج رو ما عرض کنم که اشاراتی بکنیم به عج و موضوع عج، ببینیم داستان چه بوده و برمیگردیم سر این داستان. بله که چگونه خلیفه وقتی که این امام عسکری فوت شده فرستادن و این را آوردن و هر چه تحقیق کردن از زنانش کسی هم آبستن نبوده. بله برای شما میخونم. بله. قائم آل محمد. احادیثی درباره مهدی در کتب عامه و خاصه روایت شده است. از کتابهای عامه که در آنها آن احادیث آمده صحیح بخاری و نسائی و ابو داوود و ابن ماجه و ابن حنبل و غیره است. بعضی از علمای حدیث مانند ابو نعیم اصفهانی کتاب خاصی در این موضوع ترتیب دادند، چنان که وی کتاب مناقب المهدی در این باب نوشته است و عبدالله فلان، حالا از این هم میگذاریم، میگوید که از کتاب 40 حدیث ابو نعیم روایت شده که مهدی فرزند حسن ابن عسکری است. خب مهدی در لغت یعنی هدایت شده. خب نام مادرش به اختلاف سیغل و حدیث و سوسن و حکیم و نرجس آمده که اون زن کنیزکی از کنیزان حضرت حسن ابن علی بوده است.
در کتاب سواعق آمده است که شیعه امامی گویند که مهدی در سردابی در سامره در خانه پدرش غایب شد و منتظر ظهور او هستند و بعضی از ایشان اسبی بر در آن سراب آماده کردند تا هرگاه ظهور فرماید بر آن نشیند. به هر صورت کیفیت غایب شدن مهدی معلوم نیست. بنابر اخباری که رسیده حضرت مهدی منتظر همان است که ابوالقاسم محمد ابن حسن باشد، در نیمه شعبان سال 265 تولد یابد و در هنگام رفع پدرش غیبت صغرا فرمود. حالا این داستانی که این آقا نوشته، بسیاری دیگر هم گفتن که آقا این اساسا وجود نداشت و کسی ندید که این بچه‌ای داشته باشه. و وقتی هم که هر شبت که فوت شد، خلیفه دستور داد که این رو بیاورند و زنان این رو در ماما آوردن، یک سال هم نگهداری کردن. اصلا هیچ کسی هر سبت که تولد نیافت، یعنی بچه وجود نداشت. چنان که گفتیم امام 11 هم حضرت امام ابو محمد حسن ابن علی عسکری به روایت شیعه در روز به روایت شیعه جمعه 8 ربیع الاول سال 260 هجری پس از 5 سال و 8 ماه و نیم روز امامت در سامره وفات یافت، در حالی که فرزندی از آن حضرت در باقی نمانده بود. خلیفه عصر المعتمد علی الله که بین 256 279 زندگی میکرده امر داد تا خانه امام را تفتیش کردند و مهر نمودند و زنان قابله را به تحقیق حال کنیزکان امام 11 هم گماشتند، چون یکی از ایشان اظهار داشت که کنیزی از آن امام حامله است. او را در اتاق مخصوص منزل دادند و خادمی را با کسان او و چند زن بر وی موکل کردند. چون به نتیجه نرسیدند و اون کنیزک پس از 2 سال تحت نظر ماندن فرزندی نیاورد، رأی خلیفه بر تقسیم میراث حضرت امام حسن عسکری قرار گرفت. بر سر این کار بین حدیث مادر اون حضرت و جعفر برادرش نزاع روبرو کرد. اینا برای یک قرن تو سر هم می‌زدن، یقه همو پاره می‌کردن برای دهشایی. این سادات، اون سادات گدا بودن دیگه اینا. بنده به شما عرض کردم دیگه، ما چون زدیم به سیم آخر، هیچ مطلبی رو پنهان نمی کنیم از شما. همه مطالبی هم که بنده خدمت رو عرض میکنیم یکیش از من نیست، از مورخان بزرگ اسلام هست. وقتی موضوع خیبر پیش آمد، یک دهی بود دور از خیبر، فاصله داشت، کسی نرفت اونجا عرض کنن که فدک، و رسول فرمودن که چون لشکرکشی به اونجا نشده این متعلق به من است. یک بش رعیت هم اونجا داشته که بیچاره یهودی ها بودن، تو سر اینا زد گفت آقا شما بکارید ما میخوریم، یک چیزی هم شما بردارید چون شما شکست خوردید. من باشه، قریه فدک. ابوبکر که آمد گفت آقا خود من از زبان رسول شنیدم که از رسول ارث باقی نمیماند، نفقه میماند. نفقه مال همه است، ارث نیست که برسه به فاطمه یا کسی. گرفت از اینا. یکی شاید از علل هر سبت که فوت زودرس حضرت فاطمه زهرا دق کردن بر سر این قضیه فدک بوده به احتمال زیاد، نه لقد انداختن عمر. بعد عمر آمد، علی رفت پیش عمر گفت آقا این فدک رو ما بده. وقتی که خیبر رو گرفتن سر یک سپری بود، نمیدونم یه لنگ کفشی بود، نمیدونم یه خنجر شکسته بود، چی بود، بین علی و عباس عموش دعوا بود، جنگ بود. اون میگو مال منه، یه سرش این گرفت یه سرش اون گرفت و بالاخره عباس کشید. گفت برو با عموت آشتی کن، این موضوع غنیمتی که شما سر جنگ دارین اینو حل کنین، بیاین من فدک بدم. نه این رضایت داد نه اون رضایت داد، سر هم خنجر شکسته حالا هر گفتی بود. میگه برادرش اومد فوش کشید و عرض میکنم که جنگ شد سر میراثش. حالا بنده براتون میخونم، این تاریخه، من برای شما میخونم، اینا چاپ من نیست، این چاپ جمهوری اسلامی است. بله، با اون که حدیث پیش قاضی، البته این عرض کنم که کتابهایی که نسبتاً درست بودن و در ایران چاپ شدن، یک تعداد کتاب زمان همین خاتمی خندان چاپ شد، چون آخونده اندکی عقب نشینی کردن و تمرکز رو بر روی کارها از دست دادن، تعدادی کتاب خوب چاپ شد در ایران. یعنی همون کتابایی که در روزگار چاپ شده اگر امروز ببرید به عرض کنم که برای چاپ میگوید 50% خمیر کن یا به طور کل اجازه نمیدید، مثل حیات یحیی و تاریخ طبری و غیره و اینها. باری
میگوید بین حدیث مادر آن حضرت و جعفر برادرش نزاع بروز کرد و با اون که حدیث پیش قاضی ثابت نمود که تنها وارث امام یازدهم است، جعفر معارض او شد و از خلیفه در طلب میراث برادر استعانت جست. سرانجام به حکم خلیفه ماترک امام یازدهم را پس از هر سال توقیف بین حدیث و جعفر تقسیم کردند. حالا چیکار میکردن؟ به معنی که یک کسی با این خاندان یه چیزی میگفت که با اینا مخالف بود، یا بهش میگفتن کذاب یا بهش میگفتن جاهل، یه لیبلی فوری بهش میزدن، بقیه هم خب تکرار میکرد. مثل ابوالحکم که شد ابوجهل، مسیلمه شد کذاب، طلحه شد کذاب، همین هم شدن کذاب. حالا این جعفر اومده برادره بوده، یه چیزی گرفته میگه تقسیم کرد. بله یه معارضه به خلیفه. بله و اینجا یک تقسیم کرد از اون جمله جعفر کذاب، اینجا بلافاصله شد کذاب. بله خلیفه را واداشت که صیغل کنیز امام 11 و مادر امام 12 را مقید کردند. صیغل برای بازداشتن عمال خلیفه از جسور در امر امام 12 وجود چنین فرزندی را انکار کرد و مدعی شد که آبستن است. معتمد خلیفه او را در حرم خانه نگاه داشت تا اگر فرزندی بزاید از اون کار آگاه شد. پس این موضوع حقوقی بوده، قضایی بوده، سر ارث و میراث اینا می‌خواستن ببینن که داستان چیست. بله بر اثر حوادثی که در دولت او روی داد، عمال خلیفه صیغل را میگه از جنگ آنان گریخت تا اون که حسن ابن جعفر کاتب نوبختی صیغل در خانه خود پنهان کرد. و یک کتابی هم در باب این نوبختی ها نشون میداد که چگونه این نوبختی ها به خاطر عرض میکنن که منافع خود این داستان را علن کردن. این کتاب خیلی جالبه، چاپ شده، دوستی هم برای بنده فرستاده و این رو میارم خدمتتون برای شما خواهم خود. حالا این رو از اینم بگذر. اجازه بدهید از علامات ظهور خدمتتون عرض کنم. ببینید یه قضایایی هست که اندکی با شعور انسان موافق و سازگار هست لااقل. انسان خب اینا رو قبول میکنه، میگه خیلی خوب آقا درود بر تو که لااقل یک استدلالی کردی و اندک عقلی به کار برد. مثلا یا آقا شما به خدا اعتقاد دارید؟ بله آقا من به خدا معتقدم. آقا به چه دلیل؟ به دلیلی که من نگاه میکنم به اطراف خودم و این جهان رو میبینم و از اون جهت که هیچ صنعی، هیچ صنعتی در واقع بدون صانع نیست، من پی میبرم که این جهان سازنده ای دارد که نامش خداوند است. و از سوی دیگر هرگز عرض میکنم که مصنوع به کمال صانع نمیتواند باشد، بنابراین این جهان ساخته یک صانعی است کامل که واجب الوجود است و علت العلل همه حرکات گیتی است. این آقا خدا پدرت رو بیامرزه که اقلا استدلال کردی، یک ذره با عقل سازگار بودی حرف تو، درود بر تو، گرچه در این مغلطه هم هست اما میپذیریم. بسیاری از مردهای بزرگ هم آمدن روی این کار کردن، مثل ارسطو، لایبنیتس، نمیدونم پاسکال، اینها آمدن و گفتن آقا راجع به اثبات دکارت که سعی کردن خدا رو به اثبات برسانن. حالا میگذاریم از این بزرگان مسیحیت مثل اکیناز و نمیدونم متفکرین مسیحی و اینها بگذاریم، غزالی خودمان اینها، و هر صورت یک منطقی در این هست. چه منطقی در این هست که بگیم که یک عربی رفته به ته چاه، ته چاه داره چیکار میکنه؟ چجوری میخواد بیاد بیرون؟ برای چی باید بیاد بیرون؟ خدا عاجز هر لحظه بخواد 100 میلیون عرب در یک ثانیه تولید میکنه. اجازه بدین حالا از علامات ظهور بخوانم که شاهکاریست از علامه مجلسی، بنده برای شما میخوانم، شما از شبت که ببینید که چه کرده است. بله البته ما امروز با یک زندانی سیاسی هم باید صحبت کنیم، آقای دکتر قفاری که الان در از شبت که تگزاس هستن در دالاس و در همون محلی که بنده صحبت کردم در انجمن بختیاری ها هستن، ایشون رو میاریم روی خط. شاید امروز خطا رو کم باز کنیم چون مطلب زیاد هست. این است که فکر کنم که آقای قفاری رو که پیش دوست گرامی آقای بدیعی باید باشن، احتمالاً برنامه رو نگاه میکنن، باشون صحبت کنم. بله اجازه بدید که بنده از کیفیت ظهور برای شما بخوانم که ببینید چه خبر است. آقا میدانید پیش از این که حضرت ظهور بکنه اتفاقات عجیبه میفته که خیلی طولانیه، حالا من نمیخوانم.
میگه که کیفیت ظهور اون خلاصه کائنات و فخر موجودات و قبله اهل ایمان و کافه ساکنان ارض سماوات، استیلای اون حضرت بر کل شیاطین و دشمنان دین و ممالک ارض زمین و جعلنا الله به عزته، خلاصه فلان، بدان که وقتی برای ظهور حضرت معین نشده و بیخبر ظاهر میشود و به حدیث حضرت صادق علیه السلام، به خدا که حضرت صادق چنین چیزی گفت؟ اصلا این موضوع نه در قرآنه، نه در چیزیه، نه کسی از این صحبت کرد، نه اساسا در آثار مهم همچین چیزی بود. اینا رو خاندان نوبختی برسه و که بعد از 300 و اندی سال، چون 329 در شما در نظر بگیریم چقدر از اسلام گذشته، 329 سال از هجرت این داستان علم شد. میگوید هر که تعیین وقت نماید خود را در علم غیب با خدا شریک کرده. راوی پرسید که این چگونه معلوم میشود که اون حضرت فرمود ظاهر و آشکار خواهد شد امر او به نحوی که حجت تمام شود بر عالم و بر وفق اخبار متفرقه و بر طبق آثار معتبره اون جناب ولایت مآب بعد از الهام الهی به امر به خروج در سال تاق از هجرت روز جمعه نوروز عجم، انداختنش روز نوروز ما، روز نوروز عجم، دهم محرم داخل مکه معظمه شود، تنها به صورت جوانی کامل 40 ساله یا کمتر، عمامه زردی بر سر، لباس رسول الله در بر و نعلی اون حضرت در پای و عصای اون جناب در ید و بزی چند در پیش انداخته، کسی اون حضرت را نشناخته، به نزد کعبه آید و تنها داخل خانه شود. پس چون شب همه دیده ها به خواب رود، نازل شود از جانب حق تعالی برای اون حضرت جبرئیل و میکائیل. حالا معلومه این جبرئیل کیه، داستانش چیه، کجا زندگی میکنه؟ کسی شما دیدین جبرئیل رو؟ آدرسش بلدین؟ ما یه نامه بهش بنویسیم. جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و این حرفا یعنی چی؟ از کجا آمده؟ جبرئیل و میکائیل و صفصف از ملائکه پس جبرئیل بن حضرت عرض کند که ای آقای من، قول تو مقبول و فرمان تو جاری است. اونگاه دست مبارک بر روی خود کشد و فرماید اللهم الحمدلله الذی صدقنا و الی آخر. اونگاه میان رکن و مقام ایستاده و ندا کند، نقبا خود را بطلبد. پس 313 نفر مؤمن از محراب و نماز و خوابیده باشند، از همه بلاد و متفرقه به غیر بسته جمع آیند و بعضی شب از رخت خواب خود ناپدید شوند و بعضی سوار شده و صبح به تیل عرض برابر اون حضرت ایستاده باشند و الی آخر. و حضرت 313 شمشیر که از آسمان به نام هر یک و پدرش آمده به ایشان قسمت کند و عمودی از نور تا آسمان معدود شود که هر جا مؤمنی باشد به اون نور فرج یابد و چون صبح شود پشت به کعبه ید بیضا بلند نماید و فرماید این است دست خدا از جانب خدا به امر خدا. پس این آیه را بخواند. پس اول کسی که دست مقدس اون جناب را بوسد و به سعادت به بیعت مشرف شود جبرئیل باشد و بعد از آن ملائکه و نجبا حق و نقبا و آنگاه اهل مکه فریاد بردارند که ایشان کیستند و دیشب چه علامتی بوده است که مثل آن ندیده بودیم. چون نظر کنند به غیر از 4 نفر از مدینه کسی را نشناسند و چون آفتاب بلند شود از دست قرص خورشید منادی ندا کند به زبان فصیح که به همه اهل آسمان ها و زمین ها برسد که ای گروه خلایق، این است مهدی آل محمد و به نام و نسب و کنیت جدش و نسب او را ذکر کنند تا علی ابن ابی طالب علیه السلام بیعت کنید و اطاعت او نمایید تا هدایت یابید و مخالفت او مکنید که گمراه شوید. از این چیز است تا آخر محمد. بله. و بعد سفیانی البته پیدا میشه و خر دجال که 8 کیلومتر طولش و 9 کیلومتر عمقش و پالونش فلان و موزیک از صداش از فلان میاد و اینها و شروع میکنه خلایق جهان رو کشتن. عدالتش در کشتن این 313 شمشیر و اینها که فراموش نکنیم وقتی سید علی محمد بابم پیدا شد اون داستان 313 نفر که رفتن خراسان مطابق همین داستان بود. گفتن که امام زمان ظهور کرده این 313 نفر رفتن خراسان، برگشتن در منطقه بدرشون اتفاق افتاد، اینا رفته بودن خراسان با همون علمهای سیاه که مجلسیان نوشتن برگردن که بگن خب امام زمان ظهور کرده. اینم فرمولش.
با این قضیه آقایون دارن حکومت میکنن، این رو هی بر میکشن تبلیغ میکنن که این رو به صورت یک امر حقیقی جلوه بدن که بگوین ما نواب او هستیم، حکومت مال ماست، شما خفه بشوید تا اینکه این حضرت ظهور بکند ما اینجا خدمتون هستیم. حالا کی ظهور میکند بنشینیم ببینیم تا کی. پارو انداختن در حوض، عرض میکنم که این داستان رو علم و ایرانی های بیچاره در اون روزگار، بعض وطن پرستان ایرانی که نمیخواستن اسلام نوع عمر و ابوبکر رو بپذیرن، گفتن ما طرفدار حاکم معزولیم. سخن تشیع این بود، اما این داستان در اون نبود. آقا ما پیرو علی هستیم، خاندان علی هستیم، چون اینا معزول بودن. چند قرن گذشته و این داستان عرض میکنم که در آمده و امروز مثل دوالپا پیچیده دور گردن ما. البته عرض کردم در همه جوامع بشری از روزگار قدیم مباح هست، این خرافات و مهملات هست، اما کسی با اینها دیگه نمیتواند حکومت بکنه. شما پیدا بکنید در جهان که یک نفر با لباده و عمامه بیاد حکومت بکنه بر مردم، وجود نداره. آخوند و کشیش در کجا حکومت میکنه؟ به من نشان بدید یکیشو. اون هم ملت ایران، ملت فرزانه ایران، با این هوشیاری و بیداری که در روزگاری که نصف جهان، بیشتر جهان استعمار بود، استعمار انگلیس، قدرت‌های دیگر و همه جهان تقریبا میتوانم بگم به جز یکی دو سه کشور دموکراسی بود، این ملت بلند شد من دموکراسی می‌خوام. قانون اساسی، حاکمیت ملی، حریت، مساوات، حالا آمدن این رو کردن قانون اساسی مملکت. عرض کردم اگر این اتفاق نیفتاده بود و اینها این داستان رو به ملت حاکم نمی‌کردن، هیچ کس حق نداشت اصلا راجع به قضیه صحبت کنه. هر کس خودش می‌دونه، می‌خواد معتقد باشه، می‌خواد نباشه. در خدمت شما عرض کردم ایمان چیز خطرناکی است. ایمان یعنی حماقت، یعنی تعطیل عقل، یعنی فرو بستن مغز و مثل گوساله دنبال کسی را افتادن. این قضیه خدا هم خدمتتون عرض کنم، اگر نیک بنگریم ادراکی است، ایمانی نیست. یک مطلبی رو شما درد میکنید، فکر میکنید صحیح هست، به اون معتقد میشنید. اعتقاد چیز خوبی است، اما ایمان چیز خطرناکی است. شکم پاره میکنه مؤمن. اجازه بدید خیلی سریع ما داستان بدار کشیدن عمر و ابوبکر رو توسط این امام که میاد، اول کاری که میکنه میره در مدینه. اونجا میدونید وقتی رسول فوت شدن، ایشون رو به خاک سپردن، بعد ابوبکر سرش رو شانه رسول، عمر سرش رو شانه ابوبکر، به این ترتیب اینا رو به خاک سپردن. بعد اینا رو در میاره، جسدشون رو به دار میکشه. میگوید که اونگاه منادی حضرت ندا کند که هر کی این دو مصاحب پیغمبر را دوست دارد یک طرف بایستد، پس خلق دو فرقه شوند، فرقه ای که دوست ایشانند حضرت تکلیف کند که از آنها بیزاری جویید. یعنی در حقیقت یعنی فحش به تعریض، بلکه به تصریح هست به خود رسول، توهین به رسول. یعنی ایشان نمیفهمید، وقتی اینا لعن میکنن عمر رو و ابوبکر رو و اینها رو، یعنی که اون نمیشناخت اینها رو، ما میشناسیم و اون نادان بود، ما دانا هستیم. بله، بیزاری جوید وقتی که نمیدانستیم که این منزلت را دارن، ازشان بیزار نشیم. حالا بشویم، بلکه بیزاری از تو جوییم و از هر که ایمان به تو بیاورد و با ایشان ایمان نیاورده شد و بیزاریم. پس حضرت هم فرماید باد سیاهی را، میگه اونایی که گفتن ما از عمر ابوبکر بیزار نیستیم، حضرت فرمود باد سیاهی را که همه را برکند. پس اون دو ملعون را به زیر آورده، اون دو ملعون را به زیر آورده، یعنی ابوبکر و عمر رو که جسدشون رو به دار کشیده. بله، و اون حضرت به قدرت الهی ایشون را زنده میگرداند. یعنی این حضرت یکی از کارهایی که میکنه این عج اینه که عمر ابوبکر رو زنده میکنه، زنده میگرد. ام فرما که خلال جمع شوند، پس هر ظلمی و کفری که از اول عالم تا انقراض بنی آدم شده گناهانش را بر ایشان لازم آورند. یعنی هر کس در هر تاریخ انسان گناه کرده میدازن به گردن عمر ابوبکر. شما کینه و نفرت و نفاق و فساد رو میبینید.
بله آورند، بله، از زدن سلمان و سوختن در خانه اهل بیت رسالت و شکستن پهلومه مظلومه صابره و از قاتل طفل معصوم حضرت زهرا، که اینا یک سر دروغه، و زهر دادن امام حسن و شهید کردن امام حسین، گردن عمر عبوبت اینها، و بریدن سر اطفال خیشان و یاوران وی و اسیر کردن اهل بیت رسول خدا و ریختن خونهای ایشان و هر خون و فرج و مال و امر حرام که واقع شده بر ایشان بشمارد و اعتراف کنند که همه به شومی قصد حق خلیفه خدا واقع شده، اونگاه هم فرمایید که شیعیان هر کی حاضر باشد از ایشان قصاص کند، پس باز ایشان را به اون درخت کشیده به آتش امر فرماید که از زمین بیرون آمده هر دو را به اون درخت بسوزانند، و باز هم فرماید که خاکستر نحس اونها را به دریا بپاشند، پس مردی از اصحاب خود را به مدینه حاکم کند و متوجه کوفه شود، اونگاه نامه سفیانی به مدینه رسد که اگر حضرت را زنده بگذارید مردهای شما را کشته و زنان شما را زنده اسیر خواهند کرد، و از اینجور مزخرفات و مهملات لاتائلات. حج، حالا ما حج رو تعطیل میکنیم، باعث تأسف، واقعا باعث تأسف هموطنان هم. که ملت های دیگر به کجا رسیدن، ما باید بنشینیم اینجا از این حرفا بزن. راجع به آتش زدن عمر و عمر توسط عج، ما بشینیم اینجا حرف بزنیم، این تکنولوژی و این زندگی و این وقت عزیز شما و این وقت ناچیز بنده، بشینیم راجع به عج. همین امروز و دیروز میلیون ها دلار پول ملت گرسنه و بدبخت ایران که به روسبیگری و گدایی افتاده صرف عج شده که حکومت آخوند بماند. اجازه بدید که صحبت کنیم با دوست گرامی آقای بدیعی. روی خط هستم سیاوش ها. رضا جان سلام، حالتون چطوره؟ جناب مشیری، من رضا غفاری عزیز. دکتر رضا غفاری کتابی نوشتن به نام خاطرات یک زندانی از زندان‌های جمهوری اسلامی، چند بخشش رو بنده خوندم، خیلی جالب و خوب نوشته شده. دکتر قفایی، از چه در چه سالی شما زندان بودین؟ در چه سالهایی زندان بودین؟ من از سال 62 تا 68، اوایل 68 زندان نظام اسلامی. یعنی از 68 تا 69، از 62 تا 68. بله بله. مدت طولانی بوده. یعنی بله، شما من زمانی که این قتل عام سراسری زندانیان سیاسی آغاز شد و کامل تمام شد، بعد از اون قتل عام من یکی از بازماندگان اون قتل عام هستم. عجب، پس مشاهدات شگفت‌انگیزی آقای غفاری باید داشته باشیم. بخشی از اینها در این کتاب هم آمده. همش اومده. از شخصیت های جالبی هم نام بردید، مثل اون حاج آقا در زندان و آقای لاجوردی و دیگران که سوابقشون هم به دست دارید. اونو من آیشمن در اوین براش یه فصل گذاشتم، برای لاجوردی. بله بله. دکتر قفاری، شما را ابتدا به کدام زندان بردن و شما در این مراحل، در طی این مراحل واقعا چه دیدید در همون ابتدای کار تا برسیم به روزگار قتل عام ها؟ من روز اولی که منو دستگیر کردن تقریبا ساعت 3 یا 4 صبح بامداد بود که من در منزلم با همسرم و فرزندانم خوابیده بودیم که از در دیوار و پنجره ریختن با مسلسل، من را از اتاق خواب برداشتن و به خانوادم و خانومم گفتن که ایشونو ما چند تا سوال ازش داریم، ظرف یکی دو روز برمیگرده منزل. که ما رفتیم بلافاصله منو بردن کمیته مشترک ضد خرابکاری، که البته 6 ماه گذشت تا من بفهمم کجا هستم، چون دقیقا نمیدونستم در کجا هستم. بله. و اونجا اولین صحنه هایی که اونجا من دیدم براتون بگم، در کمیته مشترک ضد خرابکاری، البته کمیته بود که در زمان شاه ساخته شده بود، در همون ساختمان شهربانی پل. بله. عزیزان ما اون زمان در اون کمیته مشترک زیر شکنجه در واقع از بین رفته بودن. ولی با این حال نظام اسلامی، من وقتی در اتاق شکنجه قرار گرفتم دیدم زیر تختی که
من در روش در واقع شکنجه می شدم، یک دلمه از خون کسانی که شکنجه شده بودن بالا برآمدگی کاملا آشکاری درست کرده بود روی زمین و خون خود منم این به این برآمدگی ها اضافه شده بود. وقتی من این صحنه رو دیدم گفتم حداقل من میخوام طوری در واقع توی این زندان اگر قرار بشه حیاتی داشته باشم این باشه که از طرف من کسی دیگه نیاد خونش در واقع بریزه و نظام اسلامی بیاد و یک خانواده دیگه ای رو مثل خود من همه‌شو در واقع زندگیشو حیاتشو بپاشه. بنابراین این اولین صحنه‌ای که من دیدم این بود که ادغام خون خود من با عزیزانی که بخش زیادی از شکنجه‌ای که کسانی که شکنجه شده بودن اونها اینها روی اون زیر تخت همینجوری برآمدگی کاملا چشمگیر ایجاد کرده بود که شاید برای خود این زندانبانان در واقع چیز بود، نتیجه و حاصل کار فتواهایی که اینها میدادن اون زمان آخوندی می آمد و می گفتش که در واقع فتوای امروز روز شکنجه تعزیر تا مرگه و این فتوا رو می خون و شکنجه‌گرا شروع می کردن به شکنجه زندانیان. این اولین صحنه‌ای بود که من در کمیته مشترک دیدم. و بعد از کمیته شما رو بردن به کجا؟ بردن اوین یا قزل‌حصار؟ نه خب من از اونجا به اوین رفتم. در اوین در واقع صحنه‌های فوق‌العاده هولناکی من از سر گذروندم. حالا شکنجه فردی و شخصی خودم به کنار، من وقتی وارد بند 209 بندی که اونجا بله. سپاه پاسداران اطلاعات سپاه اونجا را اداره میکرد در واقع من بردن اونجا در 209 در واقع همین که من حرکت میکردم نظیر چشمن یک جایی مثل قتلگاهی بود که در هر گوشش یکی افتاده بود، یک زن، یک مرد، یک پسر، یک دختر جوان که در واقع بخششون اینها با باند پیچی شده، بخششون هنوز خون از پا و یا دستشون جاری بود و برخی از اینها به چوبهای قفانی آویزون شده بودند به این دو طرف این سالن و همینجور که باز من قدم می زدم در واقع دیدم از زیر چشمم که اخی حسن حالت مرده داشتن. آخه توی همین سالن وقتی من می بردن به در واقع شکنج گاه این 209 که در زیر زمینه، در واقع من دیدم یک زنی حدود 50 ساله یک دست به چادر سرش بود، پاهای پرخونی داشت و یک چوب این پاهای دست این زن داده بود. چون ما از نظر پاسداران اسلامی جزو نجس ها بودیم، چه زن ما چه مرد ما هر وقت ما رو این برانور می بردند این مراکز با چوب، با یک چوب دستی ما رو راه نمایی می کرد. این زن، زنی که خودش رو می کشید نیمخیز روی زمین، آثار خون از اون کله انتهای شکنجهگاه تا جلوی اونجایی که من ایشون رو دیدم همینجور با خون و ناله داشت حرکت. یعنی خون روی زمین میکشید و میرفت. بله جان. بله بله بله. این صحنه‌های نجیرین توی اوین من زیاد دیدم از عزیزانی که حتی در اوین دست به خودکشی زدن برای اینکه نمیخواستن عزیزان دیگه رو بیارن اونجا با در اثر شکنجه، میخواستن در واقع
نمیتونستن شکنجه های بیشتری رو تحمل کنن. بنابراین اینها اصلا خودشون با دست خودشون دست به خودکشی زدن به طرق مختلف، از جمله کندن سیم های به ساخت چیز اون آویزه که لامپ به این میاد آویزون میشه در سقف و به طرق مختلف منصور دست به خودکشی زدن و خودشون رو کشتن. اسامی اینها رو گهگاه من توی کتاب اینجا اونجا آوردم. در این یک صحنه دیگه که من در واقع دیدم و کاملا همیشه توی ذهن من هست اینه که توی یکی از این بندها من داشتم بعد از دوران شکنجه در 209 منو فرستادن به یکی از بندها. من قدم می‌زدم با یکی از این زندانیان سابق و ناگهان من شنیدم شاید مثل این که یک 10 تا کامیون آهن رو به طور ناگهانی تخلیه کردن. آنچه من صدای مهیبی از این درآمد که من از این دوستم پرسیدم که این از بچه هایی بود که قبلا هم در زمان شاه گویا زندان بوده، الان پر تجربه بود. گفتن چیه دارن باز زندان می سازن اینجا و اینها؟ نه زندان چیه؟ این صدای جوخه است که جوخه ادامی است که بچه ها رو ادام می کنن و این جوخه ادام الان اگر گوش بکنید تو می دونید صدای تک تک رساخت خالی کردن تیر خلاص رو حتی بشمورید. این صحنه ها اصلا در اوین هفته دو سه روز تکرار می شد و در صورت توی این شرایط زیستن در واقع یعنی مرگ و مرگ یعنی در واقع بهتر زیستن، یعنی کسایی که در واقع می مردن راحت میتونستن در واقع راحت تر بشن. یک چنین وضعیتی توی دوزه قفاری جان عزیزم این مطلبی که فرمودید این درست در چه سالی شما رو بردن به اوین؟ من در سال 62 دستگیر شدم، اوائل سال 62 دستگیر شدم و حدودا نزدیک به 9 ماه در چیز بودم، در کمیته مشترک ضد خرابکاری بودم. من در واقع اوائل 63 یا اوائل 62 به اوین رفتم و بعد از حدودا 6 ماه در 209 من بردن به بندای انفرادی. دو سه ماه من در انفرادی در واقع 205 بودم و بعدا من بردن بند عمومی در واقع 205. نتیجه هم توی اون عمومی بود که این مسائل رو در یعنی در واقع هنوز سال 62 و 63 بود که هر هفته دو سه روز این کشتارها در اوین تکرار می شد و عزیزان ما بودن که اینا رو برخی اوقات عزیزانی رو از اتاق می بردن و اینها با دیگران خداحافظی می کردن و می رفتن و کشته می شدن و بعدا می اومدن و سال اینها رو می بردن. یک مسئله دیگه که من دوست دارم برای شما و عزیزانی که صدای ما رو می شنون در ایران و سراسر جهان بگم آنی که در نظام اسلامی نظامی است که در واقع تمامیت این جامعه رو میخواد به یک نظام ایدئولوژیک تبدیل بکنه. بله. از طریق این نظام ایدئولوژیک زندانهاش در واقع بزرگترین مرکز در واقع خودش اسلام سازی مخالفینش بوده. بله. توی این مجموعه هایی که خمینی اونها رو به نام دانشگاه خوند اینها هیولاهایی رو به وجود آوردن که این هیولاها علیه خودشون هم حتی قیام کردن. توابانی که در واقع به دلایل مختلف نتونسته بودن این دوران شکنجه و دوران تهدیدات و عرض کنم که چیز
فشارهای روانی رو تحمل بکنن به طرق مختلف که میشکستن، از اینا میخواستن که اسلام بیارن و اینا وقتی مسلمان میشدن از اینا میخواستن که اگر شما واقعا چیز شدید، مسلمان شدید، تواب هستید. تواب یک چیزیه که در خود قرآن هم آیه هایی براش هست و خمینی بر اساس اون آیه ها قبول کرده بود که تمام کسانی که در واقع چیز هستن مخالف اسلام بودن، علیه جمهوری اسلامی، علیه نظام اسلامی قیام کردن، اینا باید تواب بشن. و نتیجتاً اینها از اینا میخواستن که در اوین از بخشی از زندانیان معمولی سیاسی میخواستن در جوخه ها اعدام شکست بکنن و تیر خلاص رو به عزیزان خودشون برن بزنن. توابین تعداد زیادی که از رفتن به زندان ها به جوخه اعدام خودداری کردن در اوین، آشمان در اوین لاجوردی عملا اونها رو به جوخه اعدام فرستاد و اعدامشون کرد و تعداد زیادی رو کسانی که نمیخواستن زیر بار این صفت و خیانت و جنایت برن، اینها رو وادار کرد که خودشون اعدام بشن. نتیجتا وقتی اینها روحیات بساخت زندانیان رو شکستن و عده‌ای از زندانیان در این جوخه‌های اعدام شرکت میکردن و تیر خلاص رو به عزیزانی که با اینها همسنگر بودن اومده بودن برای مردم سالاری و برابری، برای آزادی، برای دموکراسی به میدون و یک رژیم در واقع دیکتاتوری رو برانداخته بودن. متاسفانه بلافاصله یک رژیم دیکتاتوری فاشیست مذهبی حاکم شد. زهده قفاری اجازه بدین چون وقت ما کم هست، من دوست دارم از تجارب خود شما بشنوم، یعنی فشارهای روحی، شکنجه های جسمی که خود شما شدین. میشه لطفاً به کوتاهی بفرمایید که این فشارهایی که به شما وارد شد یا شکنجه‌ای که شد آیا ادامه داشت؟ یعنی از کجا شروع شد؟ از همون کمیته شروع شد یا این که کمیته از در کمیته این واقعا در داخل خود کمیته یک وضعیت سکته مغزی به هم دست که در واقع روی مرگ و زندگی بودن و اینها در اثر همون سکته بود که دیگه از ادامه اون شکنجه خودداری کردن. شاید بتونم اطلاعاتی از من بگیرن. این در واقع رفتن من به سمت مرگ سبب شد که بتونم حیات داشته باشم. و این وضعیتی که اونجا من داشتم در واقع مدفع من در بهداری بودم که تونستم بالاخره چیز کنم، بتونم خودم رو پیدا کنم در کمیته. و از اون گذشته من در اوین وقتی رسیدم این کمیته اسلامی که در چیز بود در اوین بود گفتش که آقا تمام اون پرونده ای که اونجا سپاه تشکیل داده از نظر ما مردوده و ما از روز اول باید شما رو ببریم در واقع زیر بازجویی و از نوع پرونده جدید برای تشکیل دادیم. نتیجتاً از همون روز اولی که من رسیدم من رو به چیز منتقل کردن و به زیر زمین اون 209 منتقل کردن و در واقع من اونجا زیر شدیدترین شکنجه ها قرار گرفتم، از جمله قفانی که الان استخوان در واقع جناب سینه من شکستگی پیدا کرده و هر زمان که دستم حرکت میدم در واقع درد شدیدی دارم. پشت من به طور کلی کمرم تخریب شده و درد و فشار کمر خیلی هر روز من رو آزار میده. کلیه من هنوز در حال خونریزیه و
تمام مداواهایی که من در اروپا از روز اول که اومدم الان حدودا 13 سال میگذره از زمانی که من فرار کردم از مرزهای آذربایجان اومدم به ترکیه و از اونجا به انگلیس و لندن، هنوز کلیه من هنوز دارای چرک و خون و من نمیتونم به هیچ وجهی از دستمون رها بشم. بنابراین فشارهای روانی و فشارهای فیزیکی که اونها بر زندانی اعمال میکنن چیزی نیست که در واقع بشه اینها رو خاتمه یافته دانست. عجب. بعد از اوین شما مثلی که به گوهردشت بردن، نه قربان؟ نه جان مشیری، من از اوین بردن به چیز، به قزلحصار. قزلحصار، بله. بله، من در قزلحصار اونجا در زندانی بودم که در اون زندان در واقع دو تا خاطره خیلی خیلی، یعنی دو تا واقعه خیلی مهم اونجا افتاد. جایی که هادامود لشکه هادامود رحمانی آهن قراز فروش جنوب شهر تهران سرنوشت 12,000 زندانی رو در دست خمینی در دست با فتوا در اختیار اون هادامود داشته بود و این حاجی داوود عملا یک جایی گذاشته بود برای شکستن اراده زندانیان و مقاوم که اسمش من به نام قیامت ازش نام بردم، قیامت اسلامی در روی زمین. یک فصلی در کتاب خاطرات یک زندانی از زندانهای اسلامی ایران به نام قیامت ازش، قیامت اسلامی در روی زمین نام بردن. اینجا جاییست که زندانیان زن و زندانیان من رو، مردی که در واقع مقاومت های زیادی در خود زندان کرده بودن و حاضر نبودن که در واقع رفتارهای توهین‌آمیز رو در واقع بپذیرن، از جمله زنان، با اعتراض به این که برای دیدار خانواده هاشون حاضر نیستن، چادر سیاه سر کنن و برخی گفتن خب ما حاضر این چادر معمولی بپوشیم و اینا میگفتن باید چادر سیاه شما داشته باشید برید به ملاقات. بنابراین اینها یک سازماندهی به سراسری در واقع سازمان دادن که شامل همه گروه های سیاسی بود و اینها بخشی از سازمان های مختلف چپ و شاید هم از خود این سازمان های دیگه مجاهدین ایران تو اینا بودن. بله. ولی به هر صورت اینها رو بردن توی این قیامت و قیامت جایی بود که وقتی کسانی از قیامت در آمدن اکثرا به صورت کسانی در آمدن که به طور کلی تمام هستی اجتماعی خودشون رو فراموش کرده بودن و نمیدونستن در کجا هستن، کی هستن و برخی از اینها توی دروازه قزلحصار راه میرفتن و به خدا و پیغمبر و مارکس و انگلز و لنین و ارکونم خمینی و به همه اینها دشنام میدادن و هر زمانی که اینها به خمینی دشنام میدادن اینها رو میبردن پاسدارا زیر شکنجه و مجروحشون میکردن و اینها رو میابردن بی حال. اینها باید بیه چند روزی مداواشون میکردیم و به محضی هم که میدیدن ما به اینا داریم دوا میدیم، محبت میکنیم و اینها میمادن، هر کسی که این کار رو میکرد میگفتن شما روحیه دارید میدید به اینا و این قچه ها رو شکنجه میکردن. یک واقعه دیگه ای که در واقع اینجا اتفاق افتاد در قزلحصار داستان قرنطینه بود و خود من البته در قیامت نبودم ولی رفقای زیادی در از قیامت اومدن بیرون که تمام هستی شخصیتی خودشون رو به طور کلی از دست داده بودن و به صورت در واقع یک دیوانه و کسی که اصلا نمیتونه
دکتر غفاری. بله. دکتر غفاری عزیزم ممنونم از شما. دکتر غفاری من مجبورم از شما خداحافظی کنم چون برنامه ما تمام شد. خدمتتون زنگ میزنم دوباره با هم صحبت میکنیم. باشه عزیزم. من رو میتونید از بچه‌ها از آرزو اینها بگیرید. بله بله حتما. تلفن رو من وقتی میرم اونجا لندن از اینا میتونید بگیرید. بسیار عالی. درود بر شما. روز شما بخیر. از شما سپاسگزارم. از هموطنان گرامی بابت توجه سپاسگزارم. تا روز دوشنبه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.